سعی نکن به من دروغ بگی. چه حرفا میزنی عمه جان؟ آخه من چرا باید کفش مردم رو جمع کنم اینجا؟ پس این کفشا خودشون پرواز کردن اومدن تو زیرزمین خونات؟ من نمیدونم کی کفشا رو آورده اینجا. از وقتی پاتو گذاشتی تو این شهر به کل عوض شدی. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ای بابا، داودی که من میشناختم نمیذاش کسی به زور بگه، اما الان جرأت نداره جواب پرویز بده. تو نترسر از این حرفا بودی؟ فهمیدی؟ شما خودت شاهد بودی کمال بیچاره من تو کوچه داشت بازی میکرد، چوبش خود به تابلو سپاه دانش، تابلو افتاد شکست. مجبورم کردم از روستا برم. چرا وایسیدی به حرف بزرگتر رو گوش میدی؟ خب مگه شما وای نزده بودی؟ حرف نزن و خودم سریم تو سر رو باشه. قیافت این شکلی کردی؟ میگم همش تقصیر من بود. چیا؟ کفشا؟ نه، اینکه بابون از آبادی بیرون کردن. تو هم این اربابا و خانه ها و نظریه چی ها کارشون این بهانه گرفتن هست دیگه. اگه تو با چوبم نزده بودی به اون تابلو، بازم بابا تو از ده بیرون میکردن. برای چی؟ مگه بابا بهشون کار داشت؟ برای اینکه بابا ذاتن حرف زور نمیشنوه، برای قربانگو هم میساسه، این بهش گیر میدن. میگم که من از همش میترسم بابا پرویز پیداش بشه گیر بده به این کفشا. نترس، اون حالا حالاها جرأت نمیکنه کنون این داره بکوبه. حالا با این کفشا چه کار کنیم همه خانم؟ من یه نقشه ای دارم. چه نقشه ای؟ باش اومدم تا اونو دستگیرش کنم، زندونی یا اسیر و زنجیرش کنم. باش اومدم تا اونو دستگیرش کنم، زندونی یا اسیر و زنجیرش کنم. ارالتمند جانی داله دوستان این چی آخه گذاشتی سره؟ بکی میخواییم بریم دزدی. شب بود خواستم کسی من رو نبینه. شب بود خواستم کسی من رو نبینه. بگی ببینم آرزو مونی بخوا فریدون نیزهاری حالی گیری گیری نکن سره کباب شده. کمال بابا. تو مطمئن این مال آقا شریفه؟ آره بابا، میدونی چرا؟ چون آقا شریف همیشه پشت این گیوهاشو میخوابونه اینا. خیلی خوب، برو مراقب باش. برو بابا جون بیدار نشه. برو برو روشم نگه از خواب. چاره نیست. بریم بریم. بریم.
یه مقدار از کفشار تو من بذار اونجا، بقیش من میبرم این من. باشه. اقدس غلط کردم، آخ آخ اقدس، اقدس غلط کردم، اقدس به جان ننم من اصلا اهل این حرفا نبودم، این دختر خاله محبوبت مجبورم کرد عقدش کنم. چی؟ طلاقش دادم؟ حیف نیست؟ نزن، نه حشم نزن، غلط کرد، نزن. بابا اقدس کیه؟ محبوبه کدومه؟ کباب شده دوتا دوتا زن میگیره، حواسم نباشه عمه منم میگیره. بدونش سنگه کفشش. خواستم با بقیه پارشش برات مامان دوست بسوزم. خب دیگه بالاخره تموم شد بابا. آره حالا برو مسترا بعد یه دیگه بخواب. ندارم مورچه. بابا چرا دستشویی نگر میداری؟ برو مسترها خودتو خالی کن بیا بگیر بخواب دیگه. ایه میگم ندارم دیگه. عجب بچه تنبلی ها. کمال تا صبح این بوده که کل کفشای مردم رو تحویل دادیم، خیال خودمون رو راحت کردیم. آها این دیگه یه کار درست، اعصابمون راحت شد دیگه. خیلی خوبه. اینم یه گنده خالی. خیلی خوب. بفرمایید. اینجوری تحویل دادی؟ وای بدبخت شدی. بیا شربت میده تو بخور تا سر به سر نگیره. کفشا
کفشا هر کی بوده خیلی درنگ بوده. کفش آشان محلن داد بیده. جدی میگی؟ آره بابا شلوغش نکنید، شلوغش نکنید، واسه همتون کفش دارم. ببینم واسه این جیبه منم یه لنگه داری؟ لنگه به لنگه که نمیفروشم. این لنگه برم برم داری؟ لنگه کفش بردارم و چه کار؟ باش پشه بکشم. یه سفید با خط سیاه، یه سیاه با خط سفید، یه سفید دردوز، یه سیاه دردوز. امری باشه. آقا پرویز به نظرم خور خودش باید باشه، کفش لنگه به لنگه زیاد داره. آره برید کنار ببینم، اگه با شما نیستم میگم برید کنار ببینم. بالاخره ما چیزو گرفتم. چی شد آقا؟ مگه من چیکار کردم؟ ببینم کفش محل رو میدوزی که با سقوط دکون بکنی از اینا گذاشته. کفش من رو میدوزی پدرتو در میارم. آقا به خدا من دوز نیستم. بیچاره بکنم. آقا اصلا خرم از کارگی دوم نداشت، من دیگه کفش نمی فروشم. ببینم روز روشن تو محله من، تو محله پرویز کفش دزدی پدرت رو در. آقا پرویز تو خدا بس کنی، خودت کم بودی کفش دزد هم اضافه شد. آقا اینجا پرویز کار رو بینم. آقا من زن بچه دارم دو جفت کفش سه من بزنی دارم چه باست میزنم کنم. وی چی کار میکنی؟ خدا بینم ببین 44 باشه گمشی رو ما بینم. مگه اینجا محله من نی؟ ببین چه حالی باشه. این کفشا از دیروزیان بیشتره، تازه یه سریشون لنگه به لنگه. هر کی بوده تخم مرغامون هم شکسته خورده. من میترسم داوود، اینجا دیگه امنیت نداره، تو بگی چیکار کنیم؟ بهتره همه چیو به پرویز بگیم. مگه اینکه از اون جنازه من رد شید عمه خانم؟ بابا این همین الانش دنبال یه بهانه است که من از این محله بندازه بیرون. هر کی اس میخواد ما سری نشیم تو سرا. اصلا از کجا معلوم که کار خود پرویز نباشه؟ ها؟ بهتون نزن، ما از کجا بدونیم؟ چرا نمیدونیم؟ یه جو شعور میخواد که شما ماشاءالله خیلی دارین. رضوانه. عمه خانم، شما که همین دیروز به من مشکوک بودید، به هم بهتون میزدید. بابا من یه نقشه دارم. من دیگه حاضر نیستم هم کاری کنم باهات. دیروز به اندازه کافی هم بوی پا شنیدم هم لگد خوردم. نه این یه نقشه دیگه است. چه نقشه ای؟ میگم اینا رو ببریم بذاریم تو حیاط خونه آقا پرویز. اینا اصلا حرفش هم نزن، اون اگه به فهم پیش ما بوده که اصلا روزگارمون سیاه میشه بچه. خب بهش نمیگیم پیش ما بوده که، فقط یه جوری میرسونیم دستش. تازه اون آجانه، خودش صاحب اصلش رو پیدا میکنه. آفرین، بیراه هم نمیگه این بچه. بابا بیا بیا تو کوچه، کسی نی؟ بیا. مطمئنی کسی نیست؟ آره دیگه بیا. ببین یکی اینجوری ما رو ببینه آبرون برای همیشه رفته ها. آخه کی میدونه تو چیه؟ بسم که چجوری اینجوری را میری بچه؟ اینطوری بیشتر به امون مشکوک میشن. درست آبرون داوود هرچی میگه
شیشه از دست توه. از کی میخوای بگیری بابا؟ اینا که بابا چیز پول نمیدن. اینا که از من ندارم دسته. داره میره. مطمئنی؟ بنده میگم الان خب کفش همه این توی غیر از ما بعد الان یا آقا پرویز اینا رو ببینه دوباره به ما مشکوک میشه. یعنی بیا بنده دارو کفش رو بنده نست دارم دارم بیان دارید بابا بیان کفش رو بنده برو بنده نستش برو کنار تو این سپ بزن بذار نگاه بکنم. وای پره یه چیزی نیست که چکا کن. دردم اومد. ببین امید یه چند جو کفش خریدم بابا، هر کدومش رو دوست داشتی بپوش بابا. حالا بابا من خریدی یا باج گرفتی؟ حد نباشه. چرا میزنی؟ حد نباشه بابا. بابای جعفر میگه هر موقع جلوی مغازش رد میشه جیباتو پر تخمه میکنی. بابای جعفر بی خود کرده این خاک آنم توی سر من. بس ببینم چی بوده، میخوان منو خراب کنن. آره اینجا که کسی نیست. پرویز پاسبونو کسی نمیتونه خراب کنه، تیمیزه کارش. داوود بوی توته میاد. داوود خاک محله رو به توبره میکشن. عجب گیری افتادیم ما، علکی افتادیم تو هرچم. بابا چیه؟ به نقشه دارم بل کن بابا. تو هم با این نقشات یه جفت کفش داشتم و دستم رفت. حالا بر منتظر بشم ببینم پرویز کفشا رو میاره یا نه. نه یه نقشه دیگه است. ببین امشب کشیک میدیم ببینیم که میاره میذاره اینجا، بعد فهمیدیم میگیریمش. فکر بدی نیست، نقشه خوبیه. اون وقت من میدونم اون دوزده. شب با هم دوزده رو میگیریم. نه میگیریم نه بابا، میگیرم. شما بهتره بری تو همون پشه بند بگیری بخوابی، من تو حیات کشیک میدم، دوزده اومد یه دفعه خفتش میکنم. نقشم خوب بود؟ چه نقشم من بود؟ خوابیدی؟ آدم سرپوش بگیره میخوابه؟ میشه به مگه توز اومده؟ توز؟ نه نوز
مگه خر هرته؟ براش تله گذاشتم، اگه بیاد اینه این صدا میخوره. چیکار میکنی میشتبه در میره؟ خب خودت چرا میزنی؟ بگو چه؟ بیچارت میکنم داوود، اون گرفتم داوود چی بود؟ چی بود؟ بابا بایستی خفه میشدی. ما اینجا چی کار میکنیم؟ پس زنگولم کو؟ کمپیامو گرفتمش. پس چی شده؟ پس چرا داد میزنی؟ همه یه دفعه یه صدایی اومد، فکر کردم پرویز پریده رو سرم. ای وای، این پرویز اگه شعور داشت از سر زندگی ما برمیداشت. ترسو. من ترسوام. به خدا یه خوابی دیدم، یه خوابی دیدم که خدا کنه سر زندگیمون نیاد. بابا چه خوابی دیدی؟ تو که من نصف جون کردی. خواب دیدم پرویز یه ریسمان بزرگی برداشت انداخته دور گردنت، اون وقت داره دور شهر میگردونتت، میگه به شاهنشاه توهین کردی. من؟ آره. چه حرفا میزنی تو؟ من توهین نکردم که. کردی، خوب کاریم کردی. یادت نیست اومدن از زیر کرسی کشیدنت بیرون انداختنت و مسران ازمیه؟ هی داد میزدی عمه منو بیار بیرون، عمه منو بیار بیرون. عمه اون شب اینقدر منو کتک زدن، میگفتن چرا به روستایی ها گفتی نرن جشن شاهنشاه. اشقربون پسر حاج اسماعیل بله لو داده بود، میدونی که آباری کلا. پس پرویز عمه امور کردن که از تهرانم به ندنت بیرون. یا ابوالفضل، پرویز این بچه چرا اینجا خوابیده؟ کجا؟ این اینجا نبودا؟ بایسته ببینم اینجا چی کار میکنی تو؟ هیچی، اومدم هم مسترا. خودتون مسترا نداریم؟ چایمون زود به زود میگیره، من اومدم اینجا برام مسترا. حرفا چیه میزنی؟ نکنه تویی که این کفشا رو میری میندازی تو حیاط با دم بریده؟ نه به جون مادرم. قسم نخور، قسم نخور، من خودم دیدم تو بغلت بود.
اما اشکار کماله. چی؟ زبونتو گاز بگیر، اسم بچه منم نیار. بچه بیچاره من اینجا گرفته خوابیده. کمال کفشا رو میبره. گوش کن ببین چی میگم. دیگه نشدم از این حرفا بزنی یا فهمیدی؟ خب کمال حرف نزن، دهنت رو ببند. اونم به کمال. مگه تو روح دیدی؟ مگه لولو خورخوره دیدید شما؟ چی؟ این چیه؟ این که کماله. منم میخواستم همینو بگم دیگه، کمال تو خواب را میره. یعنی همه این کارا کار کمال بوده؟ باورم نمیشه. بچم چشمش بازه. کسی که تو خواب راه میره خوابش سنگین تر میشه، ارثیه. پدر خدا بیامرز من بچگی ها تو خواب راه میرفته، مثل این که به خاطر حساسیتش بوده. پس این مریضی از خانواده محترم شما به ما ارثیه. چی گفتی؟ هیچی. آخه شما یه اصرار میکردی از اون شیرینی سنجفینی ها بخوره، من گفتم حساسیت میده. آره بچم به سنجفین حساسه. نشکر بابا. کمال نخور. کمال. کمال بابا جون چته؟ کمال این بچه چش شده آخه؟ من چه بلایی سر بچه آوردی مثل روروک میاد؟ من چه بلایی آوردم که خاندان شما با این ارثی که بهش داره؟ من از دستی خود 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 حالا چه کارش کنی؟ امشب اینجا بخوابه، اما از فردا شب پشت من تعطیل. پشت بوم خطرناکه براش. عمه جون پشت بومه و پشت بندش. بله بله چشم. امشب نمیره، اما احتیاطاً ببندش به یه جایی تا صبح بشه. و تو از فردا به هر چی حساسیت داره بهش نده. شما بهش دادی خورده؟ سخنرانی موقوف. چشم. قبل خوابم حتما به زور ببریش مسترا. تو این دو روز به کیا که ما تهمت نزدیم؟ به پرویز، به این بچه بیچاره، عباس، حلالمون کن. به من عمه؟ آدم نباید ندیده در مورد بقیه گمون بد ببره و بهشون تهمت بزنه. فهمیدی؟ بله. مادرم میگفت وقتی انگشت اتهام به طرف کسی دراز میکنی، دو تاش سمت اونه اما سه تاش به طرف خودته. یعنی چی؟ یعنی داری خودتو متهم میکنی. حالا ماجرای کماله. حالا با این تو خواب را رفتنش نکنه سری نشه تو سرا. میشه میشه میشه. خب بریم. قربونت برم یه سر دو گوش. بریم. تنابه چیه؟ باز کجا میخوای بری شبیه؟ مسترا دست چویی دارم. ای بابا ببینم تو خواب حرف میزنی؟ تو خواب هم حرف میزنی هم را میری؟ چی میگی بابا؟ الان میریزه اینجا. من که نمیدونم تا الان خوابی یا بیدار، ولی باشه من میام وضو میگیرم، تو هم کاراتو انجام بده، برات تعریف کنم که چه اتفاقای افتاد. بابا حالا راستی این دزده رو گرفتیم؟ بله گرفتیم. چه جورم اگه برات بگم شاخات در میاد پسر جون. بابا
قشبندمون کجاست؟ حالا جایینا دوزه هم قشبند رو میبره هم کفشا رو. داوود داوود مثلا نیست بلش کن من برم مستقر پشه بنده کو پشه هم بخورو مینم بخورو نرفتم شد سر بخورو مینم بخورو دیر کردی یا؟ ببینم این آهنگ ماهنگ هاست چیه؟ خب معلومه که همه اینو برای توه. جون شعلا راست میگی؟ بله که راست میگم. یه مرد غریبه تو خونه عیال من چیکار میکنه؟ اگر به جنابالی بر نمیخوره پدرشم. شما پدر شهلا خانومی؟ خوشبختم، نوکرم، مخلصم، چاکرم. مردی که همه چند وقتی میخوای دخترم حق کنی همش میگه امروز فردا. خب من سیغش کردم، سیغم هم قانونیه. قانونیه نه قانون مانو حالی نمیشه، قانون من فقط اونم همین امروز تو محضر. آره بابا عقد را انداختی، چرا باید عقدش کنم همین امروز توی محضر؟ من نور چشمی اعلی حضرتم میدم تو زندون پدر تو در بیارم. خب منم نور چشمی اعلی حضرتم میدم تو زندون پدر تو در بیارم. من یه حرفی نمیشه، همین امروز باید عقدش کنیم. بابا جون این حرفا منم عالیم نمیشه. ببین گوش بکن، اصلا واسه مینه امکان تو چرا اینقدر برزخی بابا؟ چقدر تلخی؟ ببین چشم همین امروز میرم عقدش میکنم. خوب شد این شد. آره قربونت برم، بذار بخند. دست درد نکنه، فقط یه جا بذار باد نبرتش این برون بر. خیلی ممنون. دست درد نکنه. ای بابا رزان خانم، ریحانه کجای دیاد نمیرم. این ماشین بابت هر دقیقه که دمی در واسطه کلی کرایه میگیره. بجون بابا چون بجون میگه چشم. آروم 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 بریم آروم. لا اله الا الله کمال، حواست کجا؟ دقت کن. ببخشیدم بجان. چشم برید کمال. بابا جون کار دعا میخوانم تموم شد، بیا به من کمک کن. چشم. اما اگه خدا بخواد دیگه تموم شد. چی دیگه تموم شد؟ سر چادر بگیر، میخواییم به چلونیمه. من نمیدونم خدا پس کله کدوم بیچاره ای زده که اومده دختر افاده رحیمی رو گرفته. شما دلتون خوش قشون میکشین، اونجا هیچ خبری نیست. ببینین من کی بهتون گفتم. رزبانه، ریحانه، پس چرا نمیاد دیگه؟ زور شد بابا. اومدم داوود. کمال بشون بابا. چشم بابا، چشم. عمه خانم، ما چه کار داریم به کار دختر خان؟ ما داریم میریم کمک حال داوود باشیم، نه اینکه اونا فهمیدن ما سری هستیم تو سرا. خودشون ما رو دعوت کردن، میخوان براشون لافت و شکاشون رو بدوزیم.
آخه اونا حتی علی رم دعوت کردن. داوود بهشون گفته علی رفته سربازی. میخوان براشون بهترین لافتوشک‌ها رو بدوزیم. دیگه زحمت توبا میمونه گردن شما. ببخشیدا. اوه چه خبر این همه پشم و پنبه؟ مگه واسه یه جهاز باید چند دست رخت خواب بدن؟ دارندگی و برازندگی هم بخونم. شنیدم داماد یه خونه خیلی بزرگ داره. بریم دیگه. نوش جونشون باشه. ما که بخیل نیستیم. بچه جون محکم به چلو. خوش به حال دختر آقای رحیمی. خدا با آدم سلامتی بده و دل خوش. ایشالله همه دخترها خوشبخت بشن. ایشالله. مامان میگم حالا این آقای رحیمی یه دختر نداره بگیرمش واسه داداش علی؟ زبانم تو گاز بگیر بچه. من اگه داوود 10 تا پسر کور و کچلم داشته باشه اجازه نمیدم یکیشون گیر همچین مادرزنی بیفته. حتی اگه 10 من پول داشته باشه با کلی هم زمین. پول خوشبختی نمیاره. بابا داوود درست میگه کمال، پول خوشبختی نمیاره. اما اگه شعور به خرج بدی بدبختی رو ازت دور میکنه. بله من باشم. بله من. کمال بودو. پول یکم سریعتر. اومدم بابا. یکم دیگه. بیشه دونیمش. دسته بگیرش دیگه. مگه نو نخوردی؟ خاک به سرم. حالا وقت زمین خوردن بود کمال. خدا بگم چه کارت کنه. پاشو پاشو دست به شلفتی. لباس تو عوض کن زود بیا. بچه بلند شد دیر شده داره زور میشه. برو لباس تو عوض کن. سوار شید تو بخون آقا کمال. تا بری برگردی لباسات شستم خوشکم شده. بشینید دریافتی بشینید. من نمیفهمم چرا اینقدر این کامیون رو بلند میسازن. اگه میخوایی سری بشیم تو سرا خب زانومونه لازم داریم. کمال بیا مادر در رو ببن. بیا بالا از این ور بیا. بیا مواظب باش. آقا نره آقا. بیا برو. حالا بشین رو اینجا. امه جهان. جان امه. مامانم و ریحانه کجا هم؟ میام قربونت برم. برو تو اتاق تا بیام صابونت بدم بخوری. پاشو خب بگو دیگه کجا هم؟ زیبای کوچولو گفتم که پاشو برو تو اتاق میام بهت میگم. پاشو باشه.